موقعیت حزب الله در منطقه نقش مصر در سوریه کسوف کامل در آمریکا و موضع ترکیه درباره همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است دنی دنون در یادداشت در والستریت جورنال با عنوان حزب الله موفق تر از ناظران در لبنان عمل می کند می نویسد شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پرهیز از بروز مناقشه در مرز لبنان و اسرائیل باید تغییراتی واقعی در وظایف و اختیارات نیروهای بین المللی بان موسوم به یونیفل ایجاد کند. نخست یونیفل باید حضور خود در منطقه مرزی را گسترش دهد. دوم یونیفل باید تمام تخلفات از قدنامه 1701 که شورای امنیت را گزارش دهد سوم یونیفل باید بر مبنای وظایفش بر دسترسی نامحدود به تمام تأسیسات مشکوک اصرار داشته باشد زوی بارل در یادداشتی در حارت با عنوان در ضربهای به ایران مصر با شگفتی بازیگری جدید در سوریه می شود می نویسد مصر با اجازه عربستان سعودی و روسیه مذاکراتی را بین شبه نظامیان شورشی و رژیم بشار اسد در قوطه در شرق دمشق و مناطق شمال شهر هومس اداره کرد مصر در مورد اول در 22 ژوئیه و در مورد دوم در اوایل اوت موفق به جلب نظر طرفین به امضای توافق آتش بس شد. نقش مصر از منظر اسرائیل مهم است خصوصا که مصر درباره تهدید ناشی از ایران و خطر تجزیه سوریه به کانتون ها نگاهی مشترک با اسرائیل دارد. فیرات کوزوک اونار انت و خالد الانصاری در مقاله‌ای در بلومبرگ با عنوان ترکیه در تصمیم کردها به رأیگیری استقلال خطر می‌بیند به نقل از یک مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌نویسد برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق در 25 سپتامبر وضعیت غیرعادی منطقه را تشدید خواهد کرد و تنها کشوری که در میان قدرت‌های منطقه از استقلال کردها حمایت می‌کند اسرائیل است کردها پس از هجوم داعش به مرزهای این منطقه نفت خیز در سال 2014 بحث رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق را دوباره عنوان کردند. طرح همه پرسی استقلال کردستان عراق و در پی آن رفراندوم پارلمان جدید و انتخاب رئیس جمهوری در 6 نوامبر از سوی دولت عراق در بغداد، آمریکا، ایران و ترکیه محکوم شده است. هنری فاونتین در گزارش برای نیویورک تایمز با عنوان سفر عظیم جاده پیش از اینکه کسوف از 14 ایالت آمریکا عبور کند می نویسد اگر هوا مساعدت کند در منطقه به عرض 112 کیلومتر می توان گرفتگی کامل خورشید توسط ماه را دید. اخترشناسان و دانشمندانی که سالهاست انتظار این واقعه را میکشند راهی نقاطی مانند شهر سیلم در ایالت اورگان پیست اسکی سامولی در آیداهو و شهر کربون دیل در ایلینوی شدهاند آمریکا نزدیک به نیم قرن است که چنین فرصتی نداشته که کسوف کامل در 14 ایالت آن قابل مشاهده باشد